وحشت شدید خامنه‌ای از تهاجم نظامی به دیکتاتور سوریه. ولی فقیه ارتجا: دخالت آمریکا در سوریه فاجعه است. منطقه مثل انبار باروت است. خامنه‌ای در دیدار با کابینه آخوند روحانی از حمله قریب الوقوع به دیکتاتور خونخوار سوریه و چرخش اوضاع در منطقه به شدت ابراز وحشت کرد و گفت دخالت آمریکا در سوریه فاجعه‌ای برای همه منطقه خواهد بود. ولی فقیه ارتجا در مورد چشمانداز تاریک رژیم گفت منطقه مثل انبار باروت است و هیچ آینده‌ای را نمی‌توان پیش بینی کرد. خامنه‌ای که بر اثر شکست سیاست‌هایش در منطقه و در سطح بین‌المللی در جنگ گرگ‌ها نیز در وضعیت ضعیفی قرار گرفته، تلاش کرد بحران مرگبار درونی رژیم را لاپوشانی کند و با تعریف و تمجید از آخوند روحانی گفت رأی بالای مجلس به کابینه نشانه تعامل مجلس و دولت است و بدون تردید شخص آقای روحانی خود نقطه قوت کابینه است. زوزه های رئیس مجلس ارتجاع علیه مجاهدین و هذیان‌های ترس و تهدید در وحشت از تهاجم نظامی به دیکتاتور سوریه و چرخش تحولات علیه رژیم در منطقه. پاسار لاریجانی: شیرینی زودگذر آشفته‌سازی در مصر اندیشه عاقلانه را از آنان گرفته است. گیریم که سوریه را بمباران کنید. نتیجه چنین اقدامی نابسامانی منطقه است. مجادلاتی که شهید رجایی، شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید لاجوردی و دیگر شهدای بزرگ انقلاب چه در زندان و چه بیرون از زندان با منافقین و مارکسیست ها داشتند، نشانگر این معنا بود که آنان با همه وجود حیات طیبه فردی و اجتماعی را در تحقق اسلام می دانستند، نه التقاط اسلام با مدرنیته یا اسلام با مارکسیسم که گروه زیادی از روشنفکران آن دوره در چنین بستری تفکر می نمودند. با همه آشفتگی های فضای سیاسی و امنیتی ابتدای انقلاب از هر فرصتی برای ارتباط با مردم استفاده می کردند و تلاش می کردند از حلقه های حفاظتی تا می توانند دور شوند. گرچه این روش هزینه های برای کشور ایجاد نمود که نظام مجبور شد در مقابل اقدامات تروریستی منافقین و سایر گروهک ها حفاظت از رهبران انقلاب را جدیتر کند. این شهدای عزیز همان سطح زندگی که قبل از انقلاب داشتند در دوره مسئولیت های بزرگ حفظ کردند، گرچه مخاطراتی نیز برای آنان در بر داشت. مسئله دیگری که باید بدان اشارتی شود، تحرکات بین المللی و منطقی در چند روز اخیر در مورد سوریه است. در ماجرای اخیر هم شمه شواهد و قرائن حکایت از داستان سرایی توطئه‌آمیز می کند که هنگام حضور مأمورین سازمان ملل همزمان از سلاح شیمیایی استفاده شده و هنوز مأمورین سازمان ملل بررسی خود را انجام ندادند که ناقوس جنگ بلند کردید و آمریکا و انگلیس بدون مجوز شورای امنیت با همکاری برخی کشورهای منطقه به خصوص رژیم صهیونیستی سردمدار عملیات نظامی در سوریه شدند. شاید شیرینی زودگذر آشفته‌سازی در مصر برای رژیم صهیونیستی و برخی سفلگان منطقی و غرب فرصت اندیشه عاقلانه را از آنان گرفته و در فضای غبارآلود وهمی گام بر سرزمین مینگذاری شده می‌نهند. گیریم که سوریه را بمباران کنید. کشوری که در این دو سال دچار تخریب‌های زیاد به دست عوامل تروریست‌ها شده است چندان ضربه نمی‌خورد که دیگران در مقابل سوریه آسیب می‌بینند. اگر بناست
قواعد بین المللی در این ماجراجویی به نفع رژیم صهیونیست توسط غرب و برخی از کشورهای منطقه نادیده گرفته شود، چه دلیلی دارد سوریه احترامی برای آنان قائل باشد؟ لذا نتیجه چنین اقدام نابخردانه نابسامانی منطقه‌ای است که آتش آن گریبان کشورهای ساده اندیش منطقه را خواهد گرفت. با توجه به شرایط و منافع کشورهای ماجراجو بعید است خام با تصور خام حرکت بزندر رو و بعد هم تغییرات گسترده را هوس کرده باشند، که اگر چنین باشد خود را در معرکه نامعلومی گرفتار کردند. مخصوصا رژیم مفلوک صهیونیستی اگر دچار هوس فتنه آمیزی شود، سرنوشت عذاب‌آور بیشتری نسبت به جنگ 33 روزه را برای خود به ارمغان خواهد آورد. مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن چنین طراحی عجولانه و غیر مشروع آمریکا و غرب هشدار می‌دهد که ممکن است با کمک برخی کشورهای منطقه که هر یک هدف خاص قدرت طلبی را دنبال می‌کنند، عملیاتی را علیه سوریه آغاز کنید. ولی این شما نیستید که آن را خاتمه می‌دهید و ضمناً باید نگران فرزند نامشروع صهیونیستی خود در منطقه باشید. وحشت ولی فقیه ارتجاء از وقوع حمله نظامی علیه دیکتاتور خونخوار و همپیمانش در سوریه و شکست استراتژیک رژیم در منطقه. نماینده خامنه ای در کیهان: روز واقعه نزدیک است. صاحب نظران وقوع جنگ را قطعی پیش بینی می کنند. پاسدار شریعت مداری، نماینده ولی فقیه ارتجاء در کیهان: وحشت شدید رژیم از تحولات منطقه و وارد آمدن ضربات نظامی بر دیکتاتور پلید سوریه را در سرمقاله چهارشنبه 6 شهریور برملا کرد و زیر عنوان روز واقعه نزدیک است نوشت: این روزها آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه‌ای آن آشکارا در صحنه حاضر شده و برای مقابله با محور مقاومت سوریه آرایش نظامی گرفتند و برخی صاحب نظران وقوع آن را قطعی پیش بینی می کنند. نماینده خامنه‌ای حکومت خونخوار بشار اسد را متحد استراتژیک جمهوری اسلامی توصیف کرد و با تکرار دجالگری ها و تهدیدات جنگ افروزانه رژیم که در این ایام قبل از هر چیز شدت ترس ولی فقیه ارتجاء از پیامدهای مرگبار تحولات منطقه را برملا می کند اضافه کرد: تشکیل و سازماندهی نیروی دفاع الوطنی چیزی شبیه نیروهای بسیج خودمان است و بیش از ده ها هزار عضو دارد، لذا با آغاز حمله به سوریه همه روزه هزاران موشک سراسر سرزمین اشغالی و تأسیسات حیاتی آن را زیر رو خواهد کرد. نماینده ولی فقیه ارتجاء با وارونگویی مضحکی در مورد انزوای منطقه رژیم و حکومت سوریه را جهان اسلام توصیف کرده و با زبان رسوا و دجالگرانه رژیم می نویسد: جهان اسلام از فتنه انگیزی های آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای عربی به تنگ آمدند و برای مقابله مستقیم به جای رودررویی با عوامل دست نشانده آنها لحظه شماری می کنند. اکنون جای این پرسش است که آیا نباید حماقت احتمالی آمریکا و متحدانش را به فال نیک گرفت؟ همه شواهد حکایت از آن دارند که اگر هیاهوی اخیر عملیات روانی نباشد، روز واقعه نزدیک شده و انتظارهای چندین و چند ساله برای انتقام رو به پایان است.